And when we turn them loose, you better believe. سلام و درود به همه گیمرها و مخاطبای خوب گیمینگ گراویتی. امیدوارم حالتون خوب باشه. بازم به پاییز که فصل مورد علاقه همه گیمرهاست رسیدیم. تو این فصل معمولاً بازی‌های بزرگ و کوچیک زیادی عرضه میشه که طرفدارای هر سبکی منتظرشون هستن. اما بین این بازی‌ها معمولاً بعضی از بازی‌ها همیشه پای ثابتن و کال آف دیوتی رو میشه گل سرسبد این بازی‌های تکراری سالانه دونست که با توجه به گیم پلی سریع و خاصش همیشه طرفدارای زیادی داشته و داره. امسال همین قاعده تغییری نکرده و ما شاهد عرضه نسخه جدید این بازی به نام ونگارد هستیم. همونطور که میدونید سری کال آف دیوتی هر سال توسط یکی از استدیوی اکتیویژن ساخته و عرضه میشه و امسال هم نوبت به استدیوی اسلش همر رسید که تصمیم گرفت بازی رو مثل آخرین نسخه‌ای که ساخته یعنی ورلد وار 2 به زمان جنگ جهانی دوم ببره. اما باید دید که این نسخه میتونه در مقابل بقیه بازی‌های بزرگ هم سبک خودش مثل بتلفیلد 2042 که امسال عرضه شدن موفق بشه یا نه. با ما همراه باشید. داستان بازی درباره جوخه 6 نفره ای که متعلق به بخش سری ارتش انگلستان یا به طور مخفف SOE. آرتور کینگزلی هم فرمانده این جوخه است و اعضای این جوخه هم از ملیت‌های مختلفی مثل روسیه و استرالیا هستند و همین باعث شده تا با یه جوخه جهانی طرف باشیم. کینگزلی وظیفه داره تا با اعضای گروهش به طور مخفیانه وارد پایگاه نازی‌ها تو قلب برلین بشن و درباره پروژه سری به نام فونیکس اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنن. عملیات با موفقیت در حال پیشرفت بود اما در آخرین لحظات جوخه کینگزلی لو میره و توسط ژنرال هرمن فریزینگر دستگیر میشن. فریزینگر هم برای بازجویی از این افراد دست به دامن یکی از بازجوهای مخوفش به نام جانیک ریشتر میشه. از اینجا به بعد با شروع بازجویی‌ها روند بازی به طور کلی تغییر میکنه و دیگه خبری از ادامه داستان شروع شده نیست و به جاش باید داستان سرگذشت هر کدوم از اعضای این جوخه رو بشنویم. این روند تا اواخر بازی ادامه داره و در نهایت آخرین مرحله داستان شروع شده رو پیش میگیره و تمومش میکنه. اولین چیزی که در بین این آشفته بازار روایتی مشخص میشه شخصیت پردازی های به شدت ضعیف و نچسب بازیه. از بین نفرات جوخه شاید پولینا پترووا کمی اوضای بهتری داشته باشه که اون هم مدیون سرگذشت نسبتا متفاوتش با بقیه است. اگه جزء طرفداری سری بتلفیلد هم باشین بخش داستانی ونگارد قطعا شما رو به یاد بازی بتلفیلد وی میندازه که داستانش نامتمرکز و بدون چارچوب بود و بیشتر جنبه آموزشی برای حضور در بخش چند نفرش رو داشت و عملا ارزش دیگه‌ای برای بازیکن و حتی ناشرش هم نداشت. تنها تفاوتی که شاید بین ونگارد و بتلفیلد وی باشه اینه که داخل کال آف دیوتی افرادی که داستانشون روایت شد همه عضو یه جوخه و همتیمی هستن. عدم توجه به بخش داستانی برای بازی مثل بتلفیلد که چند سال تموم تمرکزش رو روی ارائه بخش چند نفره تموم عیار گذاشته شاید مشکلی رو ایجاد نکنه و حتی در نهایت به نفعش باشه، اما سری کال آف دیوتی روندش همیشه بر ارائه بخش داستانی خوب در کنار بخش چند نفره رقابتی بوده و حتی ضعیف‌ترین نسخه های چند سال اخیرش هم حداقل داستان قابل قبولی رو ارائه کردن. این موضوع باعث شده تا بخش داستانی ونگارد یه فاجعه تمام عیار برای این سری به حساب بیاد و به جز چند تا مرحله بسیار محدود حتی ارزش یه بار تجربه کردن هم نداشته باشه. مورد بعدی که بعد از تجربه چند ساعتی اولیه خودش رو نشون میده بحث تکراریه که همیشه جزوی از کال آف دیوتی شده. معمولا تحولات اساسی رو استدیوی خالق این مجموعه یعنی اینفینیتی وارد ایجاد میکنه و بعد از اون سایر استدیوها با استفاده از اون فرمول هر سال یک کال آف دیوتی جدید رو عرضه میکنن. ونگارد هم از این قاعده مستثنا نیست و دقیقاً بر پایه تحولات نسخه MW 2019 ساخته شده. به طور کلی ونگارد از نظر گیم پلی دقیقاً همون MW 2019ه که داره تو جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. بخش چند نفره هم مثل کالاف های قدیمی سریع، کوتاه و به شدت رقابتیه و اگه درگیرش بشین قطعاً جدا شدن ازش به شدت سخت میشه. اگه کنار این موضوع بخوایم یه نیم نگاهی هم به گانپلی اسلحه ها داشته باشیم باید بگم که منتظر یه تجربه نزدیک به واقعیت که حال و هوای جنگ جهانی رو ایجاد کنه نباشید. مخصوصاً که شخصی سازی اسلحه ها به شدت دور از واقعیت اون دورانه.
اما با این حال گانپلی ونگارد برای یه رقابت چند نفره تنگاتنگ به شدت خوب به نظر میرسه و قطعا این باورپذیر نبودن اسلحه ها رو میتونه در خودش حل کنه. یکی از موارد مهمی که سازنده ها قبل از انتشار بازی قولش رو داده بودن تنوع بالای اسلحه و نقشه ها در زمان عرضه بود که خوشبختانه این وعده عملی شده و ما شاهد طیف گسترده ای از نقشه ها در مناطق مختلف همراه با سیستم های تخریب پذیری بهبود پیدا کرده و همینطور اسلحه های زیادی در بازی هستیم که البته بازیکن ها باید به مرور با کسب امتیازات این اسلحه ها رو آزادشون کنن. علاوه بر این گفته شده که در آپدیت های فصلی آینده نقشه ها و اسلحه های بیشتری قراره به بازی اضافه بشه و این یکی از نقاط قوت مهم ونگارد محسوب میشه. در زمان عرضه ونگارد دارای 7 مود یا حالت مختلفه که 6 تای اونها مودهای پایه‌ای مثل تیم دث مچ و سرچ اند دستروی هستن و فقط شاهد یه حالت جدید به نام پاترول هستیم که البته اونم در واقع تغییر یافته یه حالت هارد پوینت سابقه. داخل این حالت یه نقطه روی نقشه مشخص میشه که دائما در حال حرکته و بازیکنای دو تیم باید سعی کنن با محافظت از اون نقطه امتیازهای بیشتری رو کسب کنن. در نهایت تیمی که به حد اکثر امتیاز برسه یا بعد از اتمام زمان امتیاز بیشتری رو داشته باشه برنده نهایی میشه. علاوه بر این سازنده ها قول دادن مودهای بیشتری رو طی آپدیت های فصلی آینده به بازی اضافه کنن تا تنوع به مرور بهتر و بهتر بشه. بخش زامبی هم با وجود اینکه کمی تخیلی تر از گذشته شده اما در نهایت هسته اصلیش تغییرات زیادی رو نسبت به قبل نداشته و همین موضوع شاید طرفدارا رو کمی دل سرد کنه. اما به نظر اصلی ترین مشکل بخش زامبی اینه که خیلی زود تکراری میشه و بعد از حدود نیم ساعت عملا چیز دیگه برای ارائه نداره و فقط به مرور زامبی ها سخت جوانتر میشن. بعد از ارتقای موتور گرافیکی سری کال آف دیوتی که در سال 2019 اتفاق افتاد، عملاً دو نسخه MW و بلک آپس کولد وار جزء پرجزئیات‌ترین و گرافیکی‌ترین بازی‌های تیراندازی اول شخص شدند و خوشبختانه این موضوع به ونگارد هم رسید و زیبایی‌های اون رو میشه داخل محیط‌های بسیار گسترده‌ای که در بازی طراحی شده به وضوح دید. علاوه بر این در طول بازی بعضی اتفاقات هستن که قدرت موتور گرافیکی IW رو بیشتر از قبل نشون میده. برای مثال داخل یکی از مراحل شاهد این هستیم که داستان داخل یه شهر آروم و زیبا در حال روایته که ناگهان بمب افکن‌های دشمن حمله می‌کنن و شهر رو به یه ویرانه جنگ‌زده تبدیل می‌کنن که انصافاً افکت‌ها و جزئیات این حمله قدرت بالای موتور IW رو نشون میده. در کل ونگارد عمل کرده خوبی رو در بخش گرافیکی داشته و باگ‌های چندانی هم به چشم نمی‌خورن که البته این میتونه از نقاط قوت محسوب بشه. در بخش موسیقی هم به لطف حضور آقای بیر مک‌کری شاهد اثرهای خوب و بیادموندنی هستیم. البته باید بگم که این قطعات به زیبایی آخرین اثر هنری حوزه گیمینگ آقای بیر مک‌کری یعنی گاد آف وار نمیرسه. اما با این حال اثر نهایی متناسب با فضا و کلیت بازیه که میتونه هیجان خوبی رو براتون ایجاد کنه. همچنین در کنار موسیقی نباید بحث بازیگرها و صداگذاری را فراموش کنیم که علیرغم ضعف شدید بخش شخصیت پردازی و همچنان خوب کار شدن و میشه ازش به عنوان یکی از بخش‌های مثبت یاد کرد. اما درباره صداگذاری اسلحه ها باید بگم که اونطور که باید و شاید راضی کننده و طبیعی نیستن و حتی میشه اونا رو یکی از مانع‌های مهم عدم باورپذیری بخش گامپلی اسلحه ها دونست. در آخر باید بهتون بگم که ونگارد رو هم مثل اکثر بازی‌های اخیر میشه یکی از قربانی‌های سیاست‌های اشتباه و تکراری ناشرها که پافشاری عجیبی هم بهش دارن دونست. این بازی حداقل برای بخش داستانی هیچ چیز هیجان انگیزی برای ارائه نداره و فقط بخش چند نفرشه که طرفدار واقعی و قدیمی کال آف دیوتی و همچنین کسایی که به دنبال رقابت‌های سری و نفسگیر و کوتاه مدت هستن رو میتونه تا حدودی راضی نگه داره. یک کلام میشه گفت احتمالاً ونگارد ضعیف‌ترین نسخه کال آف دیوتیه که تا الان منتشر شده.